تو این ویدیو میخوام براتون یه عطر مردونه با پخش و موندگاری بالا رایحه جدید و منحصر به و البته بازخورد بالا از برند کارتیه معرفی کنم نام این عطر دکلریشن دون سویره که به دکلاقاسیون دون سوغم معروفه خب این عطر ای که از عطرهای مورد علاقه خودم هم هست پس اول با هم بریم سراغ جربه گوشاییش دکلریشن سال تو سال 2012 چهارده سال بعد از معرفی اون دکلریشن پرطرفدار که آقای ژان کلود الرنا طراحی کردن به بازار معرفی شد گروه بویاییشم چوبی گلی مشکی ترکیب خیلی خوبی از های گلی و چوبی یه رایحه خنک نمیشه گفت نه خیلی خنک نه خیلی گرم معتدل و چهار فصله یه شیرینی ملایمی هم توش داره که شاید شما حس ترخی هم از این عطر بگیرید و واقعا یه ترکیب خیلی خوبی از نوت‌های گلی چوبی و ادویه طراح این عطر یعنی اساسش عط. هم خانم ماتیلد لارن که خب عطرای خیلی خوب پرطرفداری برای برند کارتیر طراحی کرده مثل لپنتر مثل اون پاسری پاشاها و حتی عطر کارتیر بیزر رو ایشون طراحی کردن خب خیلی هم پرطرفدار هستن این عطرها و اما بریم سراغ نوتاش ببینیم چه نوتایی داره تو این عطر کارتیر دکرشن دون سویر مهمترین نوتاش خب اولیش همون گل روزه بعد میریم سراغ جوز هل و میشه گفت چوب صندل و فلفل سیاه هستن این نوت هایی که شما بیشتر به مشامتون میخوره تو نوت مهمش من گل روز رو نام بردم خب شاید خیلی هاتون یه دفعه یاد عطرایی بیفتید که نوت گل روز داخلشونه و حس و حال گلاب مانند دارن خیر ما تو این عطر اصلا رایحه‌ای حتی نزدیک به گلاب هم نداریم در مورد گل روز اگه بخوام بهتون بگم با توجه به اون خواستگاهی اون منطقه ای که پرورش داده میشه و روش اسانس واریته های مختلفی از رایه گل روز در اختیارتون قرار میده از اون حس حالا گلاب تور بگیرید تا حس روزهای ترکی روزهای بلغاری خیلی تنوع زیادی داره ما تو این عطرم با سبک و سیاق روز بلغاری بیشتر در ارتباط هستیم یه همچین فضایی داره اما بریم سراغ فرست ایمپرشن یا همون اولین تجربه بودن عطر کارتیا دکلریشن دون سویر خب شما اگر بخوام از جعبش بهتون بگم جعبش رو خب توی تصویر میبینید یه جعبه خیلی ساده ای داره شبیه همون دکلریشن قدیمی و معروف قد خیلی بلندی داره اما شیشهش خیلی جذابتر از جعبشه شیشه واقعا خیلی ظریفی داره از نظر پهنا ببینید که کتابی ماننده و خب خیلی زیبا کار شده و قسمت جذابش این زامنشی که روی در بشه این زامن عقب میره و خب به یه میله خیلی نازکی هم داره که شما هر آن احساس میکنید میشکنه ولی خیلی قویه بعد راحت میتونید عطر رو اسپری کنید خب شما وقتی برای اولین بار این عطر رو اسپری میکنید با یه فضای گلی تا حدی ادویه مواجه میشید بوی گل روز خیلی زیبا به مشامتون میخوره و اصلا کلا میشه گفت روزی که تو این عطر وجود داره باعث شده یکی از متفاوت ترین عطرهای روزی مردونه بشه و شما به نظرم وقتی این عطر رو بوم میکنید کلا نظرتون راجع به گل رست تو عطرها تغییر میکنه و پس ما در شروع یه رایحه گلی در کنارش یه مدار نوت های تند و تیز ای داریم شاید یه حس خاکی هم ازش بگیرید که جلوتر بهتون میگم که برای چی میتونه باشه حالا چند دقیقه که میگذره اون فضای تندوتیز ادویه کم رنگتر میشه و ما بیشتر با یه فضای گل روز مواجه هستیم که انگار شما وارد یه باغ گل روز شدید که باغون تازه اونو آبیاری کرده همطوری میشینید میخواید یه گل رو بو کنید و اون فضا انگار طوریه که شما این گل رو دارید بو میکنید یه حس خاکی مانند خاکی که تازه آبش آب خورده مرتوب شده همچین نرم و لطیفه به اضافه اون سبزی اون ساقه گل روزم به مشامتون میخوره همچین حسی از اون عطر تو شروع میگیرید یه مقدار که زمان بگذره این حس بیشتر به مشامتون میخوره در کل میتونم بهتون بگم بوی خاکی که داره اصلا تند و تیز نیست انگار که مثلا این برگا هم قاطی خاک میشه حالت کود برگ میشه یه نمی هم بهش میخوره مرتوب میشه همچین فضایی رو حساب کنید با گل روزی که تازه آب خورده بهش با ساقش یه فضای سبز گلی خاکی به مشامتون میخوره که اصلا واقعا تراوت زیادی بهش میده و شما بو میکنید خیلی سر حال میشید پس ما در میانه راه با این رایه مواجه هستیم اما در انتها ما چوب سندل رو داریم که خیلی قرص و محکم اومده شاکله اصلی این نوت رو داشته و یه فضای چوبی به این عطر میده به این رایه میده در انتها و کلا فضا رو زیباتر میکنه اما بریم سراغ داستان این که اصلا چرا این عطر شد عطر مورد علاقه من خب امروز توضیح دادم دوباره بخوام بهتون بگم بر به دو سال پیش که من حالا تو یک سری کلاس های موفقیت و تو این شرکت میکردم و اونجا این عطر رو اصلا بدون هیچ پیش فرضی همینطوری اسپری میکردم اصلا نمیدونم چی شد که من این عطر رو انتخاب کردم حالا شاید به خاطر اون موقع استایلم بوده که حالا یه مقدار رسمی تر بوده این عطر رو انتخاب کردم همینطوری هر روز که میزدم جوری بود که این عطر شد عطر دائم من برای اون موقعیت و خب منو با این عطر میشناختن تا که رسید به یه استادی که من خیلی علاقه خاصی بهش داشتم اومد گفتش که آقا اصلا عطر چیه که اینقدر خوشبوه من اصلا کیف کردم وقتی این جمله رو شنیدم و همین موضوع باعث شد که این عطر خیلی به دل من بشینه و این به کنار خب اونجا دوستای زیادی پیدا کردم اتفاقات خوبی رقم خورد و الان که دو سه سال ازش میذاره هر بار این عطر رو بوم میکنم یاد دوران خوشم میافتم و خب خیلی لذت بخشه خب اینو بهتون بگم که دو تا موضوع میتونه تو انتخاب عطر مورد علاقه تو خیلی تاثیر داشته باشه اولی مورد اینکه خب شما وقتی یکی دو بار از این عطر میرید بیرون بازخورد میگیری خب حس خیلی خوبی به اون عطر پیدا میکنید و در یه جاهای دیگه اگر شما خب توی یه زمانی خاطرات خوشی با این عطر داشته باشید وقتی که اون خاطرات تمام بشه اما باز هم این عطر رو بکنید یادش بیفتید این هم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه برای اینکه اون عطر عطر مورد علاقتون بشه دکلریشن دونسویل واقعا رایه جذاب و شفاف و همچین تراتمیزی داره کلا رایه با کلاسی داره شما خیلی راحت میتونید از این عطر بازخورد بگیرید فقط کافی یه مقدار به استایلتون دقت کنید و سر جاش از این عطر استفاده کنید بذارید بریم سراغ استایل همونطوری که توی تیزر تبلیغاتی این عطر دیدید واقعا اصلا میطلبه که با همچین استایلی این یه استایل کت شلواری سفید مشکی یا حالا اگه کت شلواری هم نبود کت تک هم داشتید با پیرن سفید کت تکتون تیره تر باشه خیلی جذاب بشه همچنین تر و تمیز باشید خوشتیب باشید دیگه تو این استاله خیلی خوب بازخورد داره خیلی خوب با اتون ست میشه و تو روزایی که بخوام بهتون میگم حالا تو چه روزایی از این عطر استفاده کنیم عطری که چهار فصله و تو اکثر روزا میتونید ازش استفاده کنید واقعا عطری که بخواد مورد علاقتون بشه باید تو تک تک لحظاتتون کنارتون باشه اینطور نیست که مثلا 6 ماه رو بذارید کنار 6 ماه بعدی بیاد شاید خیلی بهتون نچسبه نقطه قوت این اپ پخش و ماندگاریشه ماندگاری خوبی داره پخش یه مقدار کمتر از ماندگاریشه ولی واقعا اون هم عدد قابل قبول در حدود حدود 8 ساعت من ازش ماندگاری گرفتم مفید واقعا قابل قبول این عدد بین اطرای که حالت فرش و 4 فست عدد قابل قبولیه بخوایم نمره بهش بدیم حدود 8 نمره میگیره ماندگاریش پخشی بوش یه مقدار پایین تر حدود هفت درکل از این نظر خیلی شما رو راضی نگه میداره اما حالا بذارید یه جنبندی کنم راجع به کارتیر دکلریشن دون سویر درست عطر مورد علاقه من اما دلیل نمیشه که رایهی عجیب غریبی داشته باشه رایه وای داشته باشه بعد بخوایم بگیم که نه اصلا چون عطر مورد علاقه منه رایه باید عجیب غریبی داشته باشه خیر اصلا اینطور نیست شاید دید خیلی از افراد رایحه معمولی داشته باشه ولی رایحه‌ای که برای شما تو خیلی از اوقات میتونه بازخورد داشته باشه واقعا کیفیت نوت‌ها تو این خیلی باله خب برند کارتیر اکثر عطراش با کیفیت و پر طرفدار در کل اگر به اونوال عطری هستید که پخش بوی خوبی داشته باشه ماندگاری خوبی داشته باشه بازخورد براتون بیاره و استایل نیمه رسمی تا رسمی هم دوست دارید باش سد کنید عطر کارت دکریشن دونسور میتونه براتون گزینه خوبی باشه این بود از معرفی این عطر دوست داشتنی دکلاگا سیون اون دونساق از برند کاختیه تا یه ویدیو دیگه و یه معرفی دیگه فعلا خدا نگهدارتون